سلام به شما شنوندگان عزیز و همراهان گرامی رادیو اینترنتی کانون دفاع از حقوق بشر در ایران. شما شنونده برنامه نگرش نو هستید و من زهره حقبالی گفتگو میکنم با کارشناس خوب برنامه، سرکار خانم دکتر میترا بابک، متخصص روانکاوی و پژوهشگر. سلام خانم دکتر، وقتتون بخیر. به برنامه نگرش نو خیلی خوش آمدید. خواهش میکنم، همچنین وقت شما و همه عزیزان بخیر. عزیزم ممنونم. خانم دکتر، ما توی جلسه گذشته در مورد گفتمان سالم میان همسران صحبت کردیم و قرار شد که امروز درباره مسئولیت همسران نسبت به یکدیگر صحبت کنیم. اولین سوال من از حضورتون این هست که حد و حدود و حیطه مسئولیت همسران نسبت به هم چقدر هست و بهترین راه برای آموزش این حدود و مسئولیت ها چی هست؟ خیلی موضوع و سوال خیلی مهمیه، چون ما در قرن 21 زندگی میکنیم، چه در خارج از کشور ایران و چه در داخل کشور ایران. ما خانم‌های مخصوصا در داخل، خانم‌های تحصیل کرده و نه همه، بعضی ها مشغول به کار زیاد داریم که زندگی مشترک کاملا متفاوت شده. در کشورهای غربی اگر فکر میکنیم، وقتی نگاه میکنیم به فرهنگ غرب، میبینیم که مرد و زن در کنار هم پا به پای همدیگه زندگی میکنن، کار میکنن، بچه داری میکنن، شب زنده داری میکنن برای بچه و در همه موارد زندگی تلاش میکنن که در کنار هم، البته ما از زندگی خوب داریم صحبت میکنیم، تلاش میکنن که در مقابل همدیگه و در کنار همدیگه یک برابری نشون بدن. این برابری رو اصلا ما نباید 50-50 یا 50% 50% نگاه کنیم، بلکه در یه جاهایی بالا پایین میشه این برابری ها. ولی به هر حال تلاششون اینه، چون اون اختلاف جنسیتی رو که بسیار زیادتر از ما از بین بردن، دیگه مرد فکر نمیکنه مرد باید بشینه و زن وظیفشه. این وظیفه تبدیل شده به وظیفه مرد و زن، که خوشبختانه خب اینا خیلی راحت تر زندگی میکنن و زندگی هاشون خیلی ساده تر از زندگی های ما داره میگذره. فرهنگی هم اگه نگاه کنیم و خانوادگی هم نگاه کنیم، به نسبت خانواده های دورتر خودشون هم میبینیم که چون خودشون اولویت میبینن و اهل جلوه‌گری و مهمون بازی های آنچنانی میزچیدنی ها و سفره های رنگی، اینا خیلی متفاوت تر از ما زندگی، یعنی مهارت های زندگی زناشوییشون به نظر من خیلی خیلی جلوتر از ماست. پس چیزی که خیلی مهمه اینه که دو همسر من باشند، ما باشند، یعنی من نباشند. زمانی که توی مسائل مالی، زمانی که تو مسئله مالی من وسط میاد، متاسفانه مشکلات بسیار پیچیده‌ای رو تو زندگی زناشویی به وجود میاره. حال مهم نیست مرد چقدر بیشتر درآمد داره و یا زن چقدر بیشتر درآمد داره، مهم اینه که این درآمد در کنار همدیگه باید قرار بگیره و هیچ پنهانکاری نباید بین زن و شوهر از نظر مالی، هیچ پنهانکاری نباید باشه. اما ما در فرهنگمون میبینیم که متاسفانه اکثرا آقایون بیشتر کار میکنن. حالا در غربت ما میبینیم که خانمها کار میکنن، آقایون که خیلی اومدن پناهنده شدن، بیشتر خانمها پاشدن سر راست رفتن سر کار، آقایون یا سیاه کار میکنن یا اصلا کار نمیکنن، نه همه، بعضی از آنها. مهم اینه که ما یاد بگیریم که توی یک زندگی زناشویی پنهانکاری نداریم که یواشکی برای خانواده هامون هم بفرستیم، نذاریم همسرمون بفهمه. اینا معضلات بسیار جدی اختلافات زناشوییه که فراوان دیده میشه، چه در داخل کشور، مخصوصا در خارج از کشور، مهاجرین خارج از کشور این معضل و مصیبت رو خیلی خیلی زیاد دارن که تو زندگی مالیشون منن، ما نیستن، به رخ همدیگه میکشن و یا در مزیقه قرار میدن همدیگر رو، و یا اینکه دعواهای خیلی زیادی سر مسائل مالی میشه به خاطر پنهانکاری. پس تأمین هزینه باید مشخص بشه که این هزینه رو چه چیزایی مثلا تو مسئولی، چه چیزایی من مسئولم. من همیشه تو مشاورهای خانوادگی من بهشون میگم که مثلا بعضی وقتا ممکنه که
طرف داره خرید خانه میکنه، خرج غذایی و همه اینا، ولی هیچ مشخص نیست از نظر قانونی، چی مشخص نیست، پیپر ورک به فرض نداره، مثلا پول برق و گاز و اجاره و یا رهن و مورگج و همه اینا از یه اسم میره. خیلی بهتره، چون بعدن که دعواشون میشه طرف میتونه بگه، میزنه زیرش میگه من نخیر تو کی کردی و اینم هوار و جیغ و داد و هوار که من این همه فرض خرج کردم کجا رفت. به خاطر این بهتره که این مشکلات به وجود نیاد، مشخص بشه واقعا که چه کسی چه چیزایی رو پایین، قشنگ بشینن با هم دیگه صحبت بکنن که مثلا پرداخت گاز و برق با من، پرداخت خرید با تو، پرداخت این با من، بعد هر جایی هم که احیانا کم و زیاد میارن نشینن چرتکه بندازن. این چرتکه انداختن خیلی خطرناکه تو زندگی زناشویی. یکی بیشتر پرداخت میکنه، یکی کمتر پرداخت میکنه، یه جای اون یکی بعدن بیشتر. این چرتکه ها رو باید تو زندگی زناشویی برداشت و از مسائل مالی حتما حتما یکی باشیم. و در مورد این نظم و انضباطی که ما میخواییم این به خرج بدیم، خرد و دوراندیشیمون و حواسمون باشه، حواسمون به پولمون باشه، هم زندگی بکنیم و هم حواسمون هم یه مقداری نه خیلی زیاد به فردا باشه. متاسفانه چون از جامعه نااطمینانی میایم، همیشه میخواییم فقط پول جمع کنیم یا خونه بخریم، لذت زندگی کردن رو از خودمون دور میکنیم، آخرم هیچی از زندگیمون نمیفهمیم. مدیریت یک زندگی بانشات و سالم اینه که از نظر مالی، از نظر تفریح، خورد و خوراک، همه اینا مدیریتی داشته باشیم هر دو، و یا اگر یکی مدیریتش بهتره اون طرفی که مدیریتش بهتره این مسئله رو به عهده بگیره، ولی نه اینکه فقط و فقط به عهده خودشه. در کنار هم، حالا در این مورد من یه مقدار بیشتر حواسم جمعه، من معمولا خانوما، نه همه خانوما البته، ولی اکثرا خانوما تو مدیریت خرج کردن حواسشون بهتر از آقایونه، و اگر تو یک زندگی زناشویی همچین چیزی رو میبینن تصمیم بگیرن که اوکی مدیریت اصلی با تو باشه و بعد منم در کنارش هستم. و بعد هی دوباره چرتکه نندازیم، اینو کجا گذاشتی، اونو کجا برداشتی. این طرز صحبت کردن ها دوباره میتونه اختلاف به وجود بیاره. اعتماد نقش اساسی رو میذاره، اعتماد به خود و اعتماد به یکدیگر. وقتی ما به هم دیگه اعتماد داشته باشیم و این اعتماد سلب اعتماد نکنیم با دست خودمون، با یه پنهانکاری، با یه دروغگویی، این باعث میشه که یه زندگی خوب و موفق و شاد رو در کنار هم داشته باشیم و مشکلاتمون رو بتونیم راحت‌تر حل کنیم. واقعا حرف اساسی رو احترام و حرمت میذاره، حرمت به شخصیت طرف، حرمت به کار طرف. اگر علاقه داره به فرض به رشته چیز، مسخرش نکنیم، حمایتش بکنیم در کنار شوهرداریش، در کنار زنداریش، به علاقه خودش، مثلا هوس کرده حالا بره سنتور یاد بگیره، گیتار یاد بگیره، نقاشی یاد بگیره، حالا این چه وقت رفتنه، این چه وضع رفتنه، میخواستی همون موقع هم که خونه بابات بودی این کارا رو بکنی، اینا همه و خندم میگیره خاطر اینکه تمام یاد مراجعین خودم میفتم که واقعا این صداها چقدر متاسف آوره. اینا یا میخواد بره درس بخونه، طبیعتا بچه ها اولویت هستن، اما اگر فراهم هسته شرایطش تشویق بکنیم هم دیگه. اینا وظایف یک زندگی موفق یک زن و شوهره که جلوی رشد همدیگه رو نگیریم. اما در کنارش هم، حالا که به فرض من درسم رو شروع کردم دیگه، همه کارا و بچه داری و همه چیمو بذارم کنار، بگم حالا دیگه تو باید هم کار بکنی، پول در بیاری، هم بچه داری کنی، چون من میخوام درس بخونم. خب این از عقل و خرد به دوره. اگرم میخوام درس بخونم بعد اول هنوز مادر و پدر باشم، در کنارش همسرم داره همراهی میکنه با من و در تربیت کودک با من همراهی میکنه. این تربیت کودک یکی از اساسی ترین مسئولیت هاست که هر دو باید به عهده بگیرن. واقعا خیلی خیلی ضروریه که به عهده گرفتن این مسئولیت بچه داری. پدر مادر نباید دو حرف داشته باشن، دو روش داشته باشن، به بچه شدیداً آسیب میزنه. این مسئولیت بزرگترین مسئولیته. بذارین من تو پرانتز بگم، طبق معمول که همیشه گفتم و هزاران بار هم باید تکرار کنم، ما باید اول کالای همسری و کالای پدری و مادری باشیم و بعد ازدواج کنیم و بچه دار بشیم.
هم نبودیم، وظیفمونه که تحقیق کنیم، آموزش ببینیم و این تربیت دوگانه دو پدری و مادری رو در کنار هم به خوبی انجام بدیم که فردا خودمون گرفتار تربیت غلط بچه هامون نباشیم. به نظر من دخالت بزرگترها در زندگی زناشویی و همچنین در تربیت بچه ها شدیداً آسیب میزنه، یعنی وظیفه اصلی پدر مادر رو دور میکنه و بچه ها هم شدیداً گیج و مبگیج میشن. اگر به فرض مادر خود آدم حتی مادر شوهر نه دخالت کنن و نه بچه رو بزرگ کنن. بعضی وقتا خوبه که اگر هستن یه وقتی سر کار میخوایم بریم بتونن یه ساعتهایی از بچه هامون مراقبت بکنن، ولی هرگز نباید نقش مستقیم تربیتی رو داشته باشن. بچه ها گیج میشن، بالاخره معلوم نیست با مادر کیه و خیلی وقتا مادر بزرگا نقش مادر رو میگیرن و نه مادر بزرگ، و این آسیب شدید میزنه. مسئله خیلی مهم توی وظایف همسرداری نداشتن تعصبه. ما باید وقتی ازدواج میکنیم، نه قبل از ازدواجمون، به عنوان یک بالغ تمام تعصباتمون رو بذاریم کنار، زیرا که تعصب ما رو کور میکنه در هر موردی. بدون تعصب صحبت کنیم، بدون تعصب از خانواده خود همسرداری کنیم، چون همین داشتن تعصب در زندگی های زناشویی وظیفه و اولویت اخلاق و خرد رو از انسان میگیره و باعث اختلافات بسیار بسیار زیادی میشه. و متاسفانه ما از فرهنگی میاییم که خانواده ها مخصوصا رو پسرشون خیلی تعصب دارن، خیلی نگرانن که عروسه بردش و خوردش، و یک خشم و یک جنگی با عروس ممکنه پیدا بکنن، حالا دیگه با دامادم پیدا کردن. اینه که نمیفهمن که چقدر دخالت هاشون و توقعاتشون میتونه تاثیرگذار باشه تو زندگی زناشویی یک زوج، و این دخالت ها و توقعات یا هم دیگه زن گرفتی و زن زلیل شدی، ما رو فراموش کردی، یا مادر زن، فرق نمیکنه، از دو طرف خانواده. و این مسئولیت و انداختن رو دوش پسر که حالا که رفتیم اون بر آبا، حالا دیگه همشون هم فکر میکنن رو بانک خوابیدی، هر کس اومد این بر آب دیگه پولدار شد، وظیفتی که به خانواده برستی. ما چقدر کیس داریم که بعد خواهرش رو زن شوهر بده، برادرش رو زن بده، خودش یادش میره که اصلا زن و بچه داره و اولویت هنوز خانواده خودشان. ما باید اینو بیاموزیم در قرن 21 که اولوی وقتی ما ازدواج میکنیم اولویت همسرمونه، اولویت حتی بچه هامون نیستن، اولویت همسرمونه. چون اگر اولویت از همسر گرفته بشه، تقدیم بشه به بچه ها، گنگ به وجود میاد، بدگای گودگای یا ظالم و مظلوم به وجود میاد، همسر احساس تنهایی میکنه، احساس خشم با بچه ها پیدا میکنه، حالا فرق نمیکنه، من میگم همسر یعنی زن یا مرد، هر دو، و همین باعث اختلافات شدید میشه، رو تربیت بچه ها خیلی تاثیر میذاره. و من انجام وظیفه سالم نکردم، انجام مسئولیت سالم نکردم و اینا زندگی رو خراب میکنه شدیدن. پس نداشتن تعصب، اولویت شناختن همسر و بعد بچه ها و بعد خانواده. من اصلا نمیگم خانواده رو بندازیم دور وقتی که زن گرفتیم و شوهر کردیم، خانواده میشه در درجه دوم، اونا هم در کنار ما هستن اگر سالمن، اگر ضربه به ما نمیزن، اما اگر ضربه میزنن اون وقت یه بحث مفصل تر دیگه که باید شاید باید در آینده ها در موردش صحبت بکنیم که منظور من از خانواده های سمی چه خانواده هایی هستن، یا اختلاف یا دخالت های سمی. آیا شما سوالی دارید؟ بله خانم دکتر، من سوال بعدیم از حضورتون این هست که با یه فرد بیمسئولیت، حالا همسر چه زن چه مرد، چطور باید برخورد کنه و راهکاری شما ارائه میدین برای اصلاح اینجور افراد؟ حالا ببینیم که شوهر و یا زن و یا همسر بیمسئول، معمولا همسر بیمسئول این کالای ازدواج نبوده، حالا چه زن باشه چه مرد باشه فرق نمیکنه، چون فعالیت رو ازش نمیبینیم، آینده نگری رو ازش نمیبینیم، همش اعتماد به نفسش پایینه، تنبله،
احساس میکنه که شکست خورده. مثلا من یه کیس داشتم، ازدواج دومش بود، آقاه 35 سالش بود، خانم هم 34 سالش بود. خانم همش 5-6 روز هفته سر کار بود، ازدواج دوم جفتشون هم بچه داشتن از ازدواج اولشون، و خانم اعتراض میکرد که چرا نمیری سر کار، به دنبال کار نیستی. میگفت خب من قبلا همه کارامو کردم، حالا وقت استراحتمه. حالا این آقا اومده ازدواج دومش هم کرده، خودش بچه داره، این خانم هم بچه داره، 34-35 سالش هم بیشتر نیست، میگه من کارامو کردم، حالا وقت استراحتمه. اینها مصیبت های یک شخصیت تنبل و بیمسئوله که وظیفه خودش رو در مقابل همسر و بچه های خودش نمیدونه. هر دفعه هم که شکست میخوره فکر میکنه دیگه نه تموم شد دیگه، همه باید بیان دلشون بسوزه، دستشو بگیرن، نمیدونم. یه حالت های هدف ساز نیست برای خودش، یعنی به دنبال یک هدفی نیستش. یعنی اصلا چرا من میگم کالای ازدواج مهمه؟ دقیقا این بخش کالای ازدواج نبودنه، چون اصلا هدفی برای خودش نداره. حالا این میتونه خانوم باشه، ازدواج کرده، پاشو میندازه رو پاش، میگه وظیفه مرده. بعد به موقعش هم که میشه زن امروزه، که شوهر باید امروزه فکر کنه. بعد وقتی به ضررشه اونجوری فکر میکنه. یعنی واقعا شترمرغی رو ما تو این خانوما خیلی زیاد میبینیم. اصلا وظیفه شناس نیستن. حتی اگر کارم بیرونم کار نمیکنه، این خانم حالا شده همسر و یا مادر بچه هم شده، میبینیم که 4 تا ظرف رو که میشه رو و یه جارو هم که میکنه چقدر به رخ شوهرش میکشه شبا، چقدر غر میزنه که من هستم، صبح تا شب داشتم کار میکردم، بچه داری میکردم. آره این بچه رو از سر راه برداشت، یا این بچه آقاست که این ایشون داره حالا بزرگش میکنه. هیچ وقت فکر نمی کنن، حرف می زنن، خیلی بچن، بزرگ نشدن. همون بچه ننه خیلی کلمه بهتریه، دادیز گرل و مامیز بوی که به انگلیسی میگن. لوسن، شدیدن لوسن، و اعتماد به نفسشون یا کاذب بهشون داده شده، همه نوکرن و همه کلفتن، و یا اینکه اعتماد به نفس رو از کودکی ازش گرفتن. متاسفانه انعطاف پذیری رو اصلا توشون نمیبینیم توی زندگی هاشون. هم میشم که مقصر همه هستن غیر از خودشون، و اینا خیلی خطرناکه. به خاطر اینکه وقتی که زن یا شوهر با یه همچین افرادی ازدواج میکنن، چون نمیدونستن، خودشون هم نمیدونستن که کالای ازدواج نیستن، خیلی وقتا زن مجبور میشه مادر دوم، ناخودآگاه مادر دوم شوهرش میشه بدون اینکه بفهمه، و یا شوهر پدر دوم زنش میشه بدون اینکه اصلا بدونه. خیلی وقتا توی مشاوره ها وقتی که به طرف میگم شدی مادر دوم یا پدر دوم، یه دفعه تو شاک میافتن که یعنی چی؟ یعنی اصلا واقعا خودشون نمیدونستن که چقدر دوباره سازی کردن اون بچه ننه رو، اون بچه لوس رو. این بار حالا با ازدواجشون، با پدر شدنشون و مادر شدنشون چقدر بیشتر آسیب زدن به این زندگی زناشوییشون. برگردیم خیلی کوتاه ببینید، مسئولیت زناشویی، آسایش خاطر رو باید هر دو طرف به هم دیگه بدن. این آسایش خاطر روحی، روانی، فیزیکی، اینا همه مسائل خیلی خیلی مهمیه که دو نفر باید در کنار هم قرار بگیرن. اما خیلی وقتا ما میبینیم که یک کوچولو مریض میشن، چقدر یک طرف خودش رو میندازه، همش دوست داره که طرف مقابل مادری کنه یا پدری کنه براش، دلش نمیخواد اصلا بزرگ شه، همش بچه بازی در میاره تو صحبتاش، تو حرفاش، تو شوخیاش. و بعد میبینیم که دنیای مجردی رو خیلی توی این زندگی ها میبینیم، که یه طرف خانم مثلا همش لباسای دختر تینیجر داره، دختر نوجوان داره، ولی خودش از دخترش نوجوانتره، رفتاراش از دختر نوجوانش نوجوانتره، و با شوهرش یه رفتار مادر پدر و دختری انجام میده. و فراوان من توی کار حرفه‌ایم اینو دیدم.
و یا مرد همینطور، آقا همینطور، همش دوست داره با رفیقاش باشه، رفیق بازی رو خیلی دوست داره، اصلا فکر نمیکنه که زن و بچه داره. این دوره مجردی یا دوره تینیجری که من بهش میگم تینیجری، و این حس این که مجرد شده، ازدواج کرد، متأهل شده رو نداره، نمیخواد پیدا کنه، نتونسته پیدا کنه، و فکر میکنه که خب تو باید منو درک کنی دیگه. وقتی هم که باهاش صحبت میشه میگه خب مجردی من نه مجردی کردم، نه تینیجری کردم، نه کودکی کردم، حالا تو باید منو درک کنی. حالا این خانم همسر یا شوهر همسر باید این تحفه رو درک بکنه، به خاطر اینکه این آسیبا رو خورده، در صورتی که وظیفه خود طرفه که بره این مشکلاتش رو حل کنه قبل از ازدواجش، و حال که ازدواج کرده و اگر که پدر یا مادرم شده که وظایفش خیلی سنگین تر شده. اگر دقت کنیم یک حالتهای اینجور افرادی، حالتهای بچگی بیخیالی کمهوشی از خودشون نشون میدن، یه حالتهایی از خودشون نشون میدن که واقعا مشمئز کننده و دردناکه برای خانواده. رفتارهای کودکانهی که از خودشون نشون میدن، رفتارهای نوجوانانهی که از خودشون نشون میدن، چقدر دختر خانواده و یا پسر نوجوان یا دختر نوجوان عذاب میکشه از اینی که میبینه پدرش مثل خودش رفتار نوجوانانه انجام میده، یا مادر لباسهایی رو میپوشه یا مسابقه گذاشته با دخترش که از تو جوانترم، از تو خوشگلترم. و چقدر کیس دارم که به دخترش، مثلا یکیش الان یه لحظه یادم افتاد، میگفت دوستاش اومده بودن کجا، وقتی که منو اوورد معرفی کنه برگشت گفت مامانم رو معرفی میکنم. من همش 13-14 سالم بود، همش مامانم میخواست به همه بگه که من از دخترم خوشگل ترم. اینا معضلات بسیار جدیه که بچه ها فردا اینا رو آسیبای خیلی روحی روانی میخورن. ما فراموش نکنیم که وظیفه اساسی پدر مادر رول مدل و یا الگوه، و این الگوها بسیار خطرناکه و بچه ها شدیدن شدیدن آسیب میخورن. باید با این جور افراد اصلا لجبازی نکنی، چون لجبازی کنی پسر لوس مامانشه، دختر لوس باباشه، استاد لجبازی، قشنگ هم لجبازی میکنه، هی هم هی بهش تکرار مکرر جیغ داد هوار بهش بزنی که چرا این دمش دعوا کنی، بازم نمیفهمه، از این گوشش میگیره از اون گوشش رد میکنه، تازه خودشو قربانی تر هم میدونه. باید تلاش کنیم که اگر که امکانش هست، اگر میتونیم خودمون چیزایی کوچیکی که میتونه انجام بده رو تشویقش بکنیم، خوشحال بشیم برای اینکه یه مسئولیتایی رو به عهده گرفته. تشویق کار خیلی خیلی اساسی و خوبیه که میتونه خیلی کمکش بکنه. ترغیبش بکنیم به بزرگ شدن به صورت غیر مستقیم، یعنی اگر هم هی اگر روانشناس بهش بگه تو پسر بچه یا دختر بچه فرق میکنه، ولی اگر خود ما به عنوان همسر بگیم طرف خیلی بیشتر بهش بر میخوره. به خاطر این اجازه بدیم که خود روانشناس بدونه که چجوری با این دختر بچه یا پسر بچه رفتار کار بکنه که بتونه بزرگش کنه، و همسر در کنار کار حرفه‌ای روانشناس همراهی بکنه تا بتونن این توفه همسر رو بزرگش کنم. من کلمه توفر استفاده میکنم چون همیشه میگم نه من توفم، نه تو، نه تو، نه تو، نه آن. هیچ کس تو این دنیا توفه نیستش، طرف خودش فکر میکنه که چه توفه ایه. و بال و پر بی خودی ندیم. ابتدای ازدواج میدونیم که به خاطر اینکه سویتی و خودشیرینی کنیم چقدر هندونه میذاریم زیر بغل طرف، طرف هم باورش میشه، و بعد که میبینیم که این هندونه ها هیچ کدومش شیرین نیست که هیچ، نارسه نارسه، بعد حالا میخوایم تو سرش بزنیم اون هندونه رو که هیچ فایده ای نداره. پس یک تعادلی از همون ابتدا و شناخت واقعی از خود، بعد یه مدت زمان 6 ماه تا 1 سال رابطه، و بعد ازدواج. ممنون خانم دکتر، من از صحبتاتون خیلی استفاده کردم، مطمئنم که شنونده هم همینطور
استفاده کردن از رهنمودهای شما و من میخوام یه گریز بزنم به برنامه های اولیه که ما با حضور خوب شما داشتیم که اشاره کردیم به آموزش مسئولیت به کودکان و من از صحبتاتون اینجور دریافتم که خیلی نقش داره تربیت خانوادگی روی بچه ها که بعد میخوان در آینده همسر باشن و این مسئولیت پذیری رو بتونن به نحو احسن اجرا کنن تو زندگی مشترکشون. دقیقا. واقعا یک صدا بودن زن و شوهر برای تربیت بچه ها قوغا میکنه از بهتر بزرگ شدن بچه ها، منتها به شرطی که یک صدا بودن صدای عقل، صدای خرده و نه صدای زور و اجحاف. دقیقا. ممنونم از شما خانم دکتر عزیز، امیدوارم که ما واقعا بتونیم با این برنامه ها این آگاهی رو به خانواده ها بدیم که بتونن فرزندان بهتری رو تحویل جامعه بدن و زندگی های موفق تری داشته باشن در آینده فرزندانشون. ازتون بازم ممنونم و شما و شنوندگان عزیز رو به خدا میسپارم با این نکته که ما در جلسه آینده میخوایم در مورد ازدواج افراد ایرانی با غیر ایرانی ها صحبت بکنیم. ممنون از شما و همراهی شنوندگان عزیز، بدرود. برای دیدن ویدیوهای بیشتر کانال یوتیوب ما را سابسکرایب کنید، لایک و یا دیسلایک بفرمایید و نظرات سازنده خود را با ما به اشتراک بگذارید.